داداش این موتور ما اصلا لاک پشتی راه نمیره. همه از پروسسر برو. یا بریم بیرون داشه گلم گور بابا هرچی پاشت بلند. سلطان قصه خوردی؟ 5 تا راه بهت میگم اگه درست انجام بدی. موتورت شتاب که میگیره هیچ، انقدر سرعتش زیاد میشه اصلا پرواز میکنه. راست میگی داداش؟ آره آقا به چشای دنیا قسم. سلام و عرض ادب به تو دلی ترین داداشی دنیا، به چنل اکرم یدکی یه دنیا خوش اومدی. آقا تا حالا شده که رو موتورتی داری میری یه موتور ترتری دوزاری زیقی میاد از کنارت رد میشه، با دستش هم یه علامتای بهت نشون میده و شما هی خودخوری میکنی میسوزی که چرا همچین موتوری، موتوری که من این همه دارم بهش میرسم و خرج میکنم براشو میگیره. اگه زرنگ باشی و به حرفم گوش بدی میخوام به 4-5 کاری بگم که اگه انجام بدی موتورت نه تنها شتابش خوب میشه، قدرت زیادی هم میگیره. خوشگلاش هم گذاشتم انتهای ویدیو، پس اونایی که میان یکی 2 دقیقه فیلمو نگاه میکنم میزنم بیرون، مسئولیتش گردن خودشونه. میخوای موتورت گرگ بشه، ادامه کلیپو با ما همراه باش. 1. روانکاری بولبرینگ ها. هر چیزی که در حال چرخشه یه قطعه توش استفاده شده به اسم بولبرینگ. بولبرینگ وظیفه اینو داره که چرخو برای ما بچرخونه بدون هیچ مشکلی. حالا این چه اتفاقی براش میفته که باعث کاهش سرعت میشه؟ بعضی وقتا میشه شما میری بولبرینگ جنس معمولی میخری، جنس خوب نمیخری و یکم که استفاده میکنی ازش این ساچمه شروع میکنه به چی؟ خوش شدن. یعنی اون شرکتی که این بولبرینگو درست کرده توش الان از مواد چرب شونده‌ای که تو مدت زمان زیاد بخواد اینو چرب نگه داره استفاده نکرده و شما میای که چرخو که میچرخونی میبینی که یه دور که میزنه دوباره وای میسته. همین باعث کاهش سرعت میشه. شما وقتی میبینی که گاز میدی موتور داره میره، گازو که ول میکنی یهو سرعتت میاد پایین. چرا؟ موتور که در حال رفتن دیگه، باید به حرکتش ادامه بده، واسه چی سرعت یهو میاد پایین؟ به خاطری که داداش من این بولبرینگا یا خشکه یا گریپاچه، یعنی قفل شده. این ساچمه‌ای که توش استفاده شده یا کچل کرده یا یه طرفه خورده شده و باعث کاهش سرعتت میشه. اینا رو باز بکن، وقت بذار، قشنگ چرخو بچرخون. اگه میبینی خرابه عوضش بکن. اگه میبینی نیاز به گریسکاری داره یکم گریس بزن. اگه گریس نسوز بزنی خیلی بهتره، چون آب نمیشه بیاد حالا توی لنتت و درب لنتت وارد بشه، یه مشکلات دیگه برات ایجاد بکنه. خب بریم سراغ دومین نکته مهم این ویدیو. 2. تعویض لاتون صفحه کلاج یا آهن صفحه کلاج. شما تشریف بیارین جلو. شما آقا این طراحی صفحه رو شما ببین، یه دونه چهارشاخه که پیچا روش میخوره و بین این صفحه ها یه دونه آهن مانندی میخوره که بهش میگن لاتون یا آهن صفحه. حالا چه اتفاقی میفته؟ بعضی از تعمیرکارا اصلاً به لاتون اهمیت نمیدن، میگن که شما برو لوازم یدکی یه دونه صفحه بهترین مارک بخر بردا بیار، در صورتی که دوست گل من این لاتون یا آهن صفحه از صفحه کلاج زودتر خراب میشه، یعنی این مصرفی تر از اینه، در صورتی که اصلا تعمیرکارا به اینا اهمیتی نمیدن، همون لاتونای کهنه رو برات جا میزنه. نگاه کن لاتون میاد چیکار میکنه؟ زمانی که شما کلاجو میگیری اینجا یه سنبه مانند داره، این به این فشار میاره، خب این صفحه آزاد میشه وقتی که کلاجو میگیری، صفحه باز میشه و این بین اینا فاصله میفته آزاد میشه. وقتی که کلاجو ول میکنه اینا میاد رو هم سوار میشه، درگیر میشه. حالا هر چقدر این درگیری بیشتر باشه چی اتفاقی میفته؟ اون موتور شتاب و سرعت و اولیه بیشتری داره. وقتی که اینا استفاده میشه مثلا 2-3 سال این با کنار صفحه ها قرار میگیره، صفحه هی داره به این نیرو وارد میکنه. این دوندونا رو شما بیا جلو ببین، این دوندونا رو صاف میکنه و بعد یه مدت که شما استفاده میکنی میبینی که آقا من رفتم صفحه کلاژ ژاپنی انداختم، تایوانی انداختم، مریخی انداختم، آمریکایی انداختم، نه
اون همون موتور دو ماه خوبه دوباره برمیگرده به همون حالت تنبل بودنش. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه آقا شما لاتون موتورتو عوض نمی‌کنی. من نمیگم که همین الان برو صفحه کلاج موتورتو باز بکن یه دونه لاتون عوض کن، نه، هر موقع از روی حوصله خاصی صفحه موتورتو عوض بکنی یه دونه یه دسته لاتونم بگو برای من بده، آقا لوازم یدکیو دارم، لاتون صفحه کلاجت هم عوض بکن، این قیمتی نداره، این نهایت بشه 30,000 تومان. این صفحه است که گرونه. شما برای 30,000 تومان صفحه که مثلا خریدی 300,000 تومان 400,000 تومان خراب میکنی. دوست گل من اگه تعمیرکارت هم بهت میگه اینو عوض نکن، شما بگو آقا من دارم پول بهت میدم، اجرت بهت میدم، برای من عوض بکن. به خاطر که نمیدونم تعمیرکارا حال نمیکنن اینو عوض کنن، در صورتی که عوض کردنش خیلی راحته، یه دونه صفحه میخوره یه دونه آهن میخوره. این آهنا رو حتما عوض بکن که موتورت حالت تنبلی اولو نگیره و تا یه مدت زمانی اون شتاب و سرعت اولیه رو داشته باشی تو موتوره. بریم سراغ سومین نکته این ویدیو. آقا لایک چی شو؟ لایکش کن اون پایین، اگه حال کردی لایکش بکن. ما بچه پایین ها درست لایکمون کمه ولی معرفتمون بالای، معرفت بذار لایکش بکن، دمت گرم، مخلصت، لایکش بکن، بیشوخی لایکش بکن، اگه حال کردی لایکش بکن. سه، نصب رله شتاب. جدیدن بوبینایی که تو بازاره، نمیدونم حالا برای اینکه قیمت رو بیارم پایین جریانش چیه، میان سیمایی که توش استفاده میکنن و تمام مس نمیزنن، یعنی بخشش مسه بخشش حالا یه جنس دیگه. میدونیم که بوبینی که مس نباشه برقش ضعیفه و بوبینم کار تولید برق رو داره تو موتور انجام میده. شما تشریف بیارین جلو. این هفت خونه که شما داری میبینی کارش چیه؟ اینی که بیاد برق چراغا یا باتری رو بده و این مشکیه که داری میبینی این کارش اینه که بیاد فقط برق جرق زنی موتور رو بده. یعنی اینا یه بخشی از کار انجام میدن، این یه بخش دیگر رو انجام میده. بابا زنگ نزنین دیگه. خب چی شدی؟ قدیش شما برای اینکه شتاب و قدرت زیادی داشته باشی روی موتورت باید یه سری قطعات داخلی سالم باشه و برق موتورت قوی باشه. اینا که نو هم میخری میبینی برقش ضعیفه، ضعیفش کردن. حالا فکرشو بکن 6 ماه این بیاد کار بکنه، برقت ضعیف‌تر میشه، موتور روشن میشه، موتور قشنگ استارت میخوره ولی تو سربالایی کم میاره، تو کورسا کم میاره، تو زمانی که موتور تازه میخواد تو شتاب و سرعت بیفته کم میاره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه آقا برق اون موتور ضعیفه. برق مهمترین فاکتور واسه شتاب موتوره. بهترین انتخاب همین الانی که هستیم، بهترین انتخاب رله شتابه. بابا برق اینم که ضعیفه، الان من 300,000 پول بوبین از کجا بیارم بدم؟ چرا پول بوبین بدی؟ یه دونه از این رله‌شتابا ببر، هم برق موتورت رو تقویت کن هم به موتورت سرعت بده. مگه میشه چیه بسر خوب؟ الان واسط وصل میکنم، ببین آقا امتحان کن ببین میشه یا نه. نمیدونم والا. بیا جان اداره برق رو بس کردی. اونم رله شتابای معتبر، بهترین رله شتاب بازار به جرئت میتونم بگم شرکت بنیانه. حالا نمیخوام بگم چون خودم دارم میخوام بفروشمش، میگم این خوبه. هلوش 2 ساله که ما داریم این محصول رو میفروشیم، هیچ مشکلی برای موتور پیش نیاورده، ولی دیدم که رله شتابای نامعتبر و فیک و ارزون بچه ها رفتن تهیه کردن، ترانزیستورشون سوخته، کوئلشون سوخته و مشکلات زیادی برای موتور ایجاد کرده. شرکت بنیان میاد از خازنا و بردای استفاده میکنه که تست شده است، یعنی روی موتور تست میکنن و بعد میارن حالا محصولو پخشش میکنن. اینم داداش از من نگیر، اینا رو نگفتم که بیای از من بگیری. شرکت بنیان شرکتیه که خیلی بزرگه، توی اکثر شهرام نمایندگی داره، شما میتونی از لوازم یدکی موتور راحت تهیهش بکنی. پس
رل شتاب خیلی قطعه بکاریه، من خودم تاییدش میکنم. بعضی از بچه ها میان میگن که ما روی موتور انژکتور میتونیم رل شتاب استفاده کنیم، میشه، ولی بعضی از انژکتور ها اختار میده ولی بعضی هاش هم اختاری نمیده. ما روی 10 مدل زدیم اختار نداده، بدون مشکل هم الان 4-5 ماه داره کار میکنه، ولی بعضی هم هستن که اینو به عنوان یه قطعه خارجی قبول نمیکنن، ECUش زود اختار میده و شما نباید ازش استفاده کنید. موتور انژکتور هم موتوری نیست که شما مثل موتور کار برات هر چیزی که دلت بخواد روش بتونی ببندی. یه سری قواعد و اصول داره که شما باید تو موتور انژکتوری رعایتش بکنید. خب حالا از بحث رل شتاب هم بگذاریم، بریم سراغ چهارمین نکته مهم این ویدیو. 4، بررسی هواکش. بعضی از بچه ها میگن هواکش اصلا تو سرعت موتور تأثیری نداره. کاری نداره که، یه امتحان ساده، شما هواکش موتور تو به کلی جدا کن، یعنی کلن درش بیار، برو یه دور ریز بزن بیا، ببین چقدر اون موتور شتاب و سرعتش زیاد میشه. پس تأثیر داره هواکش. میدونی چه اتفاقی میفته برای هواکش؟ آقا نگاه کن، این اینجوری جا میخوره، هوا از با زیر زین وارد میشه، اینجا زین میاد روش دیگه، زیر زین وارد میشه، از اینجا وارد هواکش میشه و از اینجا هم که دیگه حالا هوایی که کاربرد نیاز داره رو میده بهش. بعضی وقتا زینا فرسوده میشه، بعضی وقتا اون آهن زیر زین یه مشکلی براش پیش میاد، این فشار میاره روی این هواکش، هواکش بند میشه، نفس اون موتور گرفته میشه و شما میبینی که ترانزیستورتو نو میکنی، بوبینتو نو میکنی، بهترین قطعات داخلی، بهترین لوازم، بهترین تعمیرکار، میبینی همچنان اون موتور تنبله، جون نداره، به خاطر که اون موتور نفسش بنده، هواکشش مشکل داره. شما اولین کاری که باید بکنی زینتو باید باز بکنی، هواکشتو یه بررسی بکنی. نگاه اینجا 4 تا پیچ میخوره، بذار حالا من پیچشو برات باز میکنم. 4 تا پیچ میخوره، بازش میکنی، 2 تا فیلتر توش قرار داره، یه دونه توریه که این میتونی بشوریش با آب و مسواک بزنیم و گرد و خاکش گرفته بشه، یه دونه هم اینه، این مصرفیه، قیمتی هم نداره. سعی بکن هر 2 ماه هم 3 ماه عوضش بکنی که گرد و خاک جلو هوا رو نگیره و اینو عوضش میکنی، این هم که میشوری و داخلش هم یه باد میگیری که اون گرد و خاکایی که تو این هواکش هست از بین بره. پس به جایی که بری نمیدونم موتورتو تقویت بکنی، روی موتور سریسپن کاربرات 200 ببندی، اینایی که بهت گفتم رعایت بکن، موتورت به همون شتاب و سرعت اولیه میرسه. خب بریم سراغ مورد مهمترین این ویدیو که میشه 5مین مورد. 5، استفاده از اگزوز 200 یا دهن گشاد. بین فقها، علما و موتوربازا همیشه بحث بوده که آقا روی موتور سریسپن اگه اگزوز 200 ببندیم باعث میشه اون موتور به روغن سوزی بیفته. به نظر من این حرف از ریشه اشتباهه. ما خودمون تو تستایی که گرفتیم، شما حالا 4 تا حرف میشنوی از 4 نفر باور میکنیم، ولی ما تو اون حرکت رو تست نگیریم ازش و به اون نتیجه نرسیم حرفشو نمیزنیم. ما از سال 95 روی موتور 125 اگزوز 200 بستیم، 200 اسکایکوی کشاورز، تا سال 98-99 روش بود، هیچ اتفاقی نیفتاد، نه موتور به روغن سوزی افتاد، نه رینگ ضعیف کرد، هیچ مشکلی پیش نیامد. فقط یه بار دست یکی از شاگردامون بود، میخواست فیلر بزنه براش، یه دونه پیچ افتاد توی سرسیلندش، حالا از شانس اون رفت لای سوپاپ گیر کرد، موتورش سوپاپ برید و نه مشکلی براش پیش اومد و نه موتورش به روغن سوزی افتاد. بعضی از بچه‌ها این باور غلط تو ذهنشونه که بیام اگه از اگزوز 200 استفاده کنم روی موتور 120 بن باعث میشه موتور اتفاقای عجیبی براش بیفته. والا ما این همه داریم از این اگزوز استفاده میکنیم، اتفاقی نیفتاده. حالا شما رفتی روی موتور سایسپن اگزوز 200 انداختی، بعد توش روغن بیکیفیت ریختی، موتورت به روغن سوزی افتاده، اون دلیل نمیشه که بگیم که اگزوز 200 باعث میشه موتور به روغن سوزی بیفته. نه، این حرف درست نیست. برعکس، اگزوز 200 یا دهن گشاد نه تنها باعث افزایش شتاب موتور میشه، بلکه نفس موتور رو باز میکنه، یه صدای بم جذابی به موتورت میده. البته نه هر
اگزوز 200 یا اینی که اینجاست، اگزوز اسکایکو صنعت کشاورزه، یکی از قدیمی ترین و بهترین اگزوزای بازاره. بی برو برگرد، فیک نداره، جنس آشغال نداره، کلا یه مدل ازش تو بازار هست، اونم خیلی با کیفیت. تو هر فروشگاه دیدی چشم بسته این اگزوز 200 رو بخر، اصلا بهش شک نکن، چون صنعت کشاورز یا اسکایکو اگزوزایی که داره درست میکنه همه با استاندارد ژاپنه و صدایی هم که به تحویل میده تقریبا یه چیزی تو مایه‌های صدای هوندای ژاپن. حالا 200ش که جدید، ژاپن هوندای 200 نداره، 125ش تقریبا همون صدای هوندای ژاپن رو میده و هیچ مشکلی برای موتورت پیش نمیاد. اینو به جرئت دارم بهت میگم. نگاه کن، ویدیویی که ما داریم میذاریم اینجوری نیست که مثلا من برم گوگل رو باز بکنم، 4 تا کلمه از 4 نفر بیارم یا برم تو سرچ گوگل 4 تا مقاله بخونم و بیام به صورت راویوار اون حرفا رو به شما بگم. میخوام بگم حرفایی که دارم میزنم از روی تجربه است، از روی آزمایشه. حالا این کارا رو انجام دادی و دیدی تأثیری نداشت، به خاطر چیه؟ به خاطری که اون موتور رو درست آب بندی نکردی. حالا اگه موتور تازه تعمیره یا موتور خشک خریدی که نیاز داره آب بندی بشه، اینجا داره یه کلیپ به شما نمایش داده میشه که توش بهترین و اصولی ترین راه های آب بندی رو گفتم، اونم تجربیه، نمیدونم مقاله‌ای نیست، اینترنتی نیست، گوگلی نیست، 4 تا حرف از 4 نفر نیست، تجربیه. میتونی اگه حال داشتی بری نگاش بکنی. دمت گرم که ویدیو ما رو تا آخر نگاه میکنی.